مشروح اخبار انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف خطاب به حکومت ایران از شما بیزاریم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران همزمان با سالگرد انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین با انتقاد از دروغگویی حکومت ایران درباره سرکوب و کشدار شهروندان نوشت، واضح و شفاف اعلام می‌داریم که ما از شما بیزاریم. این انجمن طی بیانیه‌ای که در همین زمینه صادر کرد نوشت، روزگاری لازم بود تا فریادی رسا باشی، مشتی گره کرده به آسمان بلند کنی تجمعی به پا کرده یا مقاله بنویسی تا سر از دالان های بی و ته بی حکومت درآوری اکنون اما کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد دانشجویان این دانشگاه علاوه بر 176 سرنشین کشته شده در انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک های سپاه پاسداران به یادآوری پرونده کشته اعتراضات سراسری سالهای گذشته پرداختند در همین زمینه به نامهای از جمله محسن روح الامینی، ندا آقا سلطان، محسن محمدپور و سعید زینالی به عنوان جوانان و دانشجویانی اشاره شده که طی اعتراضات سراسری به دست ماموران امنیتی کشته شدند و به پرونده آنها رسیدگی نشد. این بیانیه با اشاره به عدم مسئولیت پذیری مقام های حکومت در پیگیری پرونده کشتار شهروندان نوشته است. اکنون و در سالگرد انهدام هواپیمایی اوکراینی واضح و شفاف اعلام می‌داریم که ما از شما بیزاریم. از عدم صداقت و دروغگوییتان از بیمسئولی و بی تدبیریتان از تلی از جنایات بیپاسخ که احدی حاضر به پذیرش و مسئولیتشان نشده است دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگر از بیانیه خود درباره سرکوب اعتراضات اشاره کردند هرچند که در تمام این سالها چکمه های نهادهای امنیتی مختلف و تیق بران استبداد شهرک من را نشانه رفته و راه را بر تنفس ما است و خیلی بازداشت‌ها و تهدیدها و ارعاب و بازجوی های مختلف قلب جنبش دانشجویی را نشانه رفته است ما باز هم تا جایی که از قوت و قدرت ما برآمده ایستادگی کردیم انجمن اسلامی دانشگاه شریف همچنین در ارتباط با عدم پاسخگویی مقام های حکومت ایران نوشت همین کسانی که امروزه بی هیچ محاکمه و بازخواستی راه می روند. یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و قاحت پروارشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه حتی خمی به ابرو هم نمی‌آورند. جنجال در ایران پس از چشمک زدن مصباح یزدی به قصالش ادعای کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران و از منصوبان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره قسل دادن جنازه محمد تقی مصباح یزدی واکنش هایی برانگیخته است صدیقی در یک برنامه تلویزیونی از کرامت مصباح یزدی پس از مرگ سخن گفت و به نقل از قصال جسد او اضافه کرد که این جسد هنگام قسل چشمهایش را باز کرد و یک نگاه مهربانانه کرد و فوری دوباره چشمهایش را بست صدیقی همچنین گفت که مصباح یزدی زمان مرگ خود را پیش بینی کرده بود حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتی خواستار بررسی موضوع شد و نوشت اگر این قصال اظهارات کاظم صدیقی را تکذیب کند باید صدیقی برای بررسی بیشتر فرا شود او نوشت اشخاص حاضر در این داستان یعنی آقایان محمدی داماد آقای محمدی عراقی و آقای محمد علی جاودان افرادی شناخته شده هستند قصال را شناسایی کنید و ماوقع را از او استفسار کنید اگر اگر کرد او را برای بررسی بیشتر به اداره آگاهی معرفی کنید اگر تکذیب کرد ناقل را برای بررسی بیشتر فرا بخوانید همچنین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آنچه یکی از خطبای شناخته شده درباره کرامات مرحوم آیت الله مصباح یزدی درباره پیشگویی زمان رهلت خود و طلب مغفرت برای دیگران با باز کردن چشم خود در حین غسل داده شده گفته ربطی به معارف اسلامی ندارد مهاجری ادامه داد اینکه فردی مثل این خطیب چون این لبی را در جمع کوچک بگوید در عین حال که خلاف است و بدآموزی دارد از اهمیت چندانی برخورد نیست ولی هنگامی که همین مطالب از شبکه ی قرآن سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود به حساب دین و نظام اسلامی گذاشته می شود و یک خطای راهبردی به حساب می آید و عوارض منفی سنگینی برای این نظام و اسلام به همراه دارد او مسئولیت این خطای راهبردی را بر عهده مسئولین صدا و سیما دانست و خواستار جلوگیری از تکرار این قبیل زایعات شد همچنین این اظهارات کازم صدیقی موجب موجی از واکنش های تنزالو در شبکه های اجتماعی شده و بعضی به تنه گفتند که ممکن است مصباح یزدی را زنده به گور کرده باشند. همچنین برخی چشم باز کردن مصباح یزدی را چشمک او به قصالش توصیف کردند. یک کاربر توییتر نوشت میتی که روی تخت مرد شورخانه چشم باز می کند را بر می بیمارستان نه توی گور. آن که دیده و کاری نکرده اما با زغ روایت می کند را هم می‌فرستند نه تلویزیون اگر دروغ گفته هم که نمی امام جمعه ولی خوششان میآید از این چیزها یک کاربر دیگر توییتر به کنایه نوشت در عجبم که مصباح یزدی در سن 86 سالگی بر روی سنگ قصرخانه آخرین تلاشش را برای زندگی دوباره با باز کردن چشمانش به سمر نشاند اما جوانان این سرزمین امید و آرزو و زندگی را فراموش کرده و با چشمانی بسته شاهد این مرگ تدریجی هستند این اولین بار نیست که برخی از روحانیون ایران درباره مقام های حکومتی افسانه سرایی می کنند چند سال پیش محمد سعیدی امام جمعه قوم در یک سخنرانی جنجالی نقل قولی ادعایی را از خواهر علی رهبر جمهوری اسلامی در مورد یا علی گفتن خامنه ای در لحظه تولد مطرح که موجی از واکنش ها را به دنبال داشت محمد تقی مصباح یزدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از چهره های افراطی و حامی سرسخت خامنه ای بود این دو در تعریف از یکدیگر نیز از عبارات قلوب آمیزی استفاده می کردن. این در حالی است که مصباح یزدی به دلیل دشمنی با دموکراسی و دفاع از خشونت در میان مردم منفور بود و نتوانست در انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران رأی لازم را بیاورد او مجبور شد برای ورود به این مجلس از طریق حوزه انتخابیه یک شهر پاکستان اقدام کند نایب رئیس مجلس دولت روحانی میخواهد با شروع دولت بایدن قیمت دلار را به ده هزار تومان برساند امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس میگوید دولت ایران قصد دارد با شروع به کار دولت بایدن ارز به بازار تزریق کند و قیمت دلار را به 10 تا 11000 هزار تومان کاهش دهد او که با شبکه سی تلویزیون حکومت ایران گفتگو میکرد منبع گفته های خود را اعلام نکرد ولی از برنامهریزی دولت روحانی برای یک دوره شش ماهه و کنترل قیمت دلار خبر داد و گفت این اقدام برای فراهم کردن شرایط مذاکره انجام می شود. آقای قاضی زاده دولت روحانی را متهم به بازی با قیمت دلار و استفاده سیاسی از ارز و نیازهای مردم کرده است. در حال حاضر دلار در بازار ارز تهران به قیمت 25 هزار تومان خرید و فروش می شود. دولت ایران در ماه گذشته در چند مورد اقدام به تزریق ارز به بازار برای کنترل یا کاهش قیمت ارز کرده ولی دامنه که تاثیر اقدامات دولت محدود بوده است. مقام های دولت روحانی در ماه گذشته بارها دستکاری قیمت دلار و استفاده سیاسی یا اقتصادی از نوسانات نرخ دلار را رد کردند. جو بایدن و افراد نزدیک به او اعلام کردند که دولت آینده ای آمریکا قصد دارد به برجام بازگردد. مشروط به اینکه ایران به تعهداتش در چارچوب این توافق بازگردد. اصولگرایان منتقد دولت روحانی رئیس جمهور ایران را متهم کردند که تصمیمات اقتصادی و مدیریتی خود را با شروع به کار دولت بایدن گره زده است تا بتواند با ایجاد یک فضای سیاسی مذاکرات با آمریکا را دوباره شروع کند عضو مجمع تشخیص مسلحت لوایح FATF این بار هم تصویب نمی شود. یک عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام میگوید بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی مصوم به FATF با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت اما اعضای مجمع همچنان با این لوایح مخالفند. محمد علی موحدی کرمانی به خبرگزاری مهر گفت لوایح FATF زمانی در مجمع تشخیص مسلحت مطرح شد و پس از آنکه روشن شد اعضا با این لوایح موافق نیستند از دستور کار آن خارج شد او درباره دستور بررسی دوباره لوایح FATF از سوی رهبر جمهوری اسلامی افزود احساس می کنم به اصرار آقای روحانی باشد موحدی کرمانی اما در ادامه تصریح کرد که قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح ایجاد شود و این بار نیز با مخالفت اعضای مجمع روبرو خواهد شد حسن روحانی اسفند پارسال پس از بازگشت ایران به لیست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید پاسخگوی با موزه گیری غیر خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشند. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران نیز به تازگی بر بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی بدون نگاه سیاسی و قطبی تاکید کرده بود. محمود واعظی روز دهم ده دی ماه در حاشیه ی جلسه هیئت دولت با بیان اینکه دو لایحه FATF که مجمع تشخیص مشغول بررسی آن است، مانند بقیه لوایح است، گفت نباید مسائل سیاسی را وارد مسائل مالی و اقتصادی کنیم. محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران نیز پیشتر گفته بود که نظر اعضای این مجمع درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تغییر نکرده و معایب آن نسبت به مزایایش به مراتب بیشتر است.